درود بر شما. از طرف حزب سکولار دموکرات ایرانیان در خدمت شما هستم و 15 برنامه روزگار آلترناتیو رو تقدیم شما میکنم. همونطور که در تمام برنامه ها تکرار کردم، ما با باور به اینکه اپوزیسیون حکومت اسلامی اکنون وارد مرحله ای شده که به صورتی گریز ناپذیر باید در برابر این حکومت استبدادی مذهبی آلترناتیو سکولار دموکرات خودش رو بسازه و ارائه بده، در این سری از برنامه ها تلاشمون اینه که با تکیه بر منطق و تجربه به درون سیستم آلترناتیو سازی بریم و مشکلات و موانع کارکرد درست این سیستم رو بشناسیم و البته بشناسونیم. در برنامه امروز به موضوع مراحل گریزناپذیر آلترناتیو سازی میپردازیم که هر یکی از این مراحل میتونه موضوع برنامه های آیندمون هم باشه. پس بدون اتلاف وقت از شما دعوت میکنم به سخنان دکتر نوریالا در این مورد توجه کنید و پس از اون با من به اتاق هماندیشی داوطلبان حزبمون بریم. با ما باشید. دوستان، من قبل از آغاز سخن اصلیم باید خدمتتون عرض کنم که تا اینجای کار به کمک پایمردی و پایزنی شما دوستان، هر روز عده بیشتری به این نکته توجه پیدا کرده اند که اپوزیسیون حکومت مسلط بر کشورمان اگرچه دائما از لزوم اتحاد نیروها صحبت میکنه، اما به روندی که میتونه به یک ائتلاف برسه کمتر توجه داره. به طوری که به قول حافظ شیراز میشه گفت که عشق اول نمود آسان ولی افتاد مشکل ها. در واقع اگر ایجاد ائتلاف برای ساختن یک بدیل سکولار دموکرات کار آسونی بود، ما 40 وقت داشتیم که موفق بشیم. من توجه کنید که بر سکولار دموکرات بودن این بدیل یا آلترناتیو تاکید میکنم، چرا که دیدیم که در اردوگاه های سیاسی دیگه روند ائتلاف با یک صورت و آهنگ بهتری پیش میره. یعنی مذهبی ها زودتر با هم کنار میان، گروه های مختلف مارکسیست لنینیست هم همینطور، اما سکولار دموکرات ها که بیشترین جمعیت رو هم دارند به سختی تونستن گرد هم بیان. اما من فکر میکنم این ضعف و عیب سکولار دموکراسی نیست. سکولار دموکرات ها اغلب به این دلیل در کار ائتلاف دچار مشکل هستند که بنیاد فکرشون بر جدا کردن و نفی کردن گذاشته شده تا تثبیت چیزی. مثلا میخوان حکومت رو از مذهب و مکتب جدا بکنن، میخوان حکومت رو از ایدئولوژی خالی کنن، میخوان مذهب حق دخالت در حکومت رو نداشته باشه، میخوان تبعیضی وجود نداشته باشه، میخوان در سر راه آزادی مانعی وجود نداشته باشه، میخوان جلوی دیکتاتوری رو بگیرن. همش جدایی و نفیه، در حالی که یک ایدئولوژی چه مذهبی و چه غیر مذهبی همه چیز رو میخواد هم ایجاد بکنه هم تثبیت کنه، تبعیضا رو برقرار میکنه، حکومت رو به رنگ ایدئولوژی در میاره، سر راه آزادی سنگ میندازه و در همه این احوال بر لزوم جمع شدن افراد تاکید میکنه و تفرقه و رنگارنگی رو عیب اساسی میدونه. به هر حال این یه مقدمه بود که فکر کردم لازمه بگم. برگردیم به بحث اصلی امروزمون. به نظر من تا به حال موضوع ضرورت ایجاد آلترناتیو از طریق ائتلاف نیروها در اردوگاه سکولار دموکراسی بیشتر به صورت شعار مطرح شده و به صورت علمی در مورد چند و چون این روند اصلا بحثی صورت نگرفته.
اما اگه لحظه ای بخوایم از شعار دادن بیرون بیایم و به صورتی عملی به مسئله نگاه کنیم و در این حال برای تقویت مبانی عینی کارمون به موارد مختلف تاریخی نگاه بکنیم، میبینیم که در مورد رابطه رهبری و تشکیلات در روند آلترناتیو سازی اصلا یک الگوی واحد و خاص وجود نداره و این کار در طول تاریخ بشر وابسته شرایط خاص هر جامعه، امکانات اون جامعه و همه مسائل ویژه اون جامعه انجام گرفته. یه موقعی اول کسی تونسته توجه عموم رو خودش جلب بکنه و بعد دست به تشکیلات سازی بزنه، گاهی هم تشکیلاتی به وجود آمده و بعد اعضاش تونستن بین خودشون رهبری رو انتخاب بکنند یا از بیرون از خودشون کسی رو به رهبری بر بگزینن. در همه این احوال اما دانش علمی سازماندهی های اجتماعی به ما نشون داده که همه اینجور اقدامات تقریبا مدل واحدی دارند و در روند ایجاد آلترناتیو مسیرهای ثابتی رو طی میکنن. منظورم اینه که اگه به جای دادن شعارهای سیاسی با این پرسش آغاز بکنیم که چطوری میشه سازمانی بسازیم که بتونه مورد اقبال توده های مردم قرار بگیره و به صورت یک حریف قدر در برابر حکومت بیسته و مردم جهان و حکومت هاشون هم بفهمن که این حریف وجود داره و میشه روی اون حساب باز کرد. اگر با این پرسش آغاز بکنیم که میتونیم ببینیم که پاسخ به اون از عنایت به چند موضوع متفاوت ساخته شده که من الان میکوشم یه شمایی کلی از اونها رو عرض کنم. اما قبل از انجام این کار لازم این رو هم اضافه کنم که در انجام این کار مهم اونه که کلن از بیان افعالی که فاعلشون مجهوله خودداری کنیم، چون در غیر این صورت فعلی صورت نمیگیره تا بحث ما رو به جایی برسونه. مثلا اگر بگیم که لازم است عده‌ای با هم ائتلاف کنند، خب این سخن که نمیتونه ما رو به پاسخ معین و ملموسی برسونه. پس همیشه برای شروع بحث درست باید از این فرض شروع کنیم که یک ایکسی وجود داره. حالا اسم این ایکس میتونه شاهزاده رضا پهلوی باشه، مهندس حسن شریعت مداری باشه یا آقای محمود ابتهی که دبیرکل حزب ماست، که این ایکس آغاز کننده کاره، نه لزوما رهبر اون، آغاز کننده است. وقتی که آغاز کننده روشن شد، اون وقت میتونیم بگیم که شکست و پیروزی این آغاز کننده رو درست عمل کردن در 6 مرحله تضمین میکنه. این 6 مرحله چیه؟ اولیش هدفه. در قدم اول این ایکس باید مشخص کنه که هدفش چیه و چگونه اون هدف رو باید فرمول بندی بکنه تا عده قابل اعتنایی بتونن روی اون توافق بکنن و کلید آغاز کار رو بزنن. قلم دوم شرکت کنندگانه. در قدم دوم لازمه ببینیم که چه کس یا کسانی وجود دارند که بر اساس هدفی که زیربنای اقدامات ما بوده میتونن مؤسس تشکیلات و دعوت کننده از دیگرون باشن. این که روشن شد میرسیم به منبع مأموریت یا حقانیت تشکیلات. یعنی باید روشن بشه که این ایکس و دعوت شدگانی که دعوت او رو پذیرفتند، این مأموریت یا حقانیت انجام این کار خودشون رو از کدوم منبع معتبری به دست آوردن. صرف ادعای اشخاص که دلیل حقانیت اونها در کاری که میکنن نمیشه. در این مورد باید
همه منابع کسب مأموریت و حقانیت رو در نظر گرفت، سراغشون رفت و از اونها کسب حقانیت کرد. قدم بعدی ایجاد تشکیلات و تقسیم وظایف. این مسئله مهمیه چون رهبران کاریزماتیک کلاسیک و حتی جدید اغلب به طرف تجمیع عموم وظایف سازمانی در شخص خودشون حرکت میکنن. پیغمبر اسلام هم رسول بود، هم حاکم بود، هم رهبر سیاسی بود، هم قاضی بود، هم سرکرده سپاه بود. خب تصور عمومی هم از وجود یک رهبر یک چنین چیزیه، در حالی که اگر همه این وظایف در وجود یک نفر جمع بشه، قطعاً حاصل کار دیکتاتوری و استبداد و تمامیت خواهیه. در نتیجه در حوزه رهبران کاریزماتیک مدرن لازمه پیشاندیشی کرد و جلوی تجمیع چنین خطرناکی رو گرفت. یعنی در یک سازمان مدرن وظایف به صورتی مستقل و جدا از هم وجود دارند و هر وظیفه مجری یا مجریان خاص خودش رو میطلبه. قدم پنجم اعلام موجودیت کردنه. در واقع تنها پس از طی 4 مرحله بالاییه که آلترناتیو میتونه با قاطعیت پا به مرحله بعدی بگذاره و اعلام موجودیت کنه. اگر پشت بند این اعلام موجودیت اون اقدامات به روشنی و دقت وجود نداشته باشه، عرض کنم که به نظر من اعلام موجودیت کار بیهوده‌ایه و به زودی بیهودگی کار هم روشن خواهد شد. و بالاخره میرسیم به قدم ششم، قدم آخر، که اسمش از کسب اعتماد عمومی. یعنی اون نهادی که این مراحل رو طی کرده حالا باید بتونه اعتماد عمومی رو به خودش جلب بکنه. مردم بگن که ما اینو میخوان، این مطلوب ماست. و اگر که اون 5 مرحله قبلی به درستی پیموده شده باشه، هستش که این کسب اعتماد عمومی عرض کنم که با احتمال بسیار بالایی صورت خواهد گرفت. به هر حال میخوام بگم که در انتهای این راه که یک آلترناتیو منسجم و قبراق میتونه در برابر حکومت اسلامی قد علم کنه و اگر در مورد هر یک از این مراحل ششگانه اندیشه شده باشه یا حتی ما خودمون در مورد این مراحل ششگانه به بحث درست بشینیم و نظرات خودمون رو با وضعیت ها و امکانات واقعا موجود در جامعه ایران وفق بدیمه که میتونیم برای حزبمون چراغ راهی رو فراهم کنیم تا از افتادن در چاله و چوله بپریزیم و بتونیم روند ائتلاف درستی رو تشخیص بدیم و مشخص کنیم. دوستان، همونطور که میدونید نیروهای اپوزیسیون در روزگار آلترناتیو به سر میبرن و اینکه برای اپوزیسیونی که از مراحل افشاگری و گفتمانسازی با موفقیت گذشته، وظیفه دیگری جز ساختن آلترناتیو حکومت اسلامی باقی نمونده. با در نظر گرفتن این موضوع هماندیشی امروزمون رو آغاز میکنیم و همونطور که دیدید دکتر نوری‌علا روند ساختن آلترناتیو رو به 6 مرحله تقسیم میکنن و میدونم که قصدشون اینه که در برنامه های آینده هر بار به یکی از این مراحل پرداخته بشه. پس هماندیشی امروزمون رو با بحث کلی در مورد این موضوع آغاز میکنیم و اولین نفری که وقت گرفتن آقای حسین سایی. بفرمایید. خواهش میکنم آقای سایی.
ممنون از وقتی که به من میدین. بحث جالبی بود آقای دکتر مطرح کردن، اینکه روند آلترناتیو سازی به شکل صحیحش اتفاق بیفته و ما بتونیم از اون نقطه شروع تا نقطه پایان و قبل از اینکه عملا اون حرکت ها انجام شده باشه رو ببینیم الان و بتونیم راجبش به موقع و به جا تصمیم بگیریم، به نظر من خیلی مفید هستش. و به نظر من در سه تا مرحله اول که هدف هست و کسب حقانیت و تشکیلات سازی، هسته اصلی آلترناتیو قرار شکل بگیره. در اینجاست که اپوزیسیون و فعالین سیاسی باید تمام تلاششون رو بکنن تا اون شخص و اون گروه، اگر بخوایم بگیم گروه مشخص، بیان و جا بگیرن در هسته آلترناتیوی که ما براش برنامه‌ریزی کردیم برای آینده ایران. در اینجا خیلی مهمه هدف گذاری درست، که فقط فکر نکنیم که هدف براندازی هست یا هدف تشکیل یه حکومتی هست حالا برای جمهوری اسلامی. نه، مهمه که اون اصول اصلی سکولاریسم و دموکراسی در این هدف گذاری دیده بشه از همون نقطه شروع و آغازین. در قسمتی که ما میخواییم حقانیت کسب کنیم بابت حرکتی که میکنیم، باید بتونیم با ائتلاف گسترده با تمامی فعالین سیاسی که به مبانی سکولاریسم و دموکراسی اعتقاد دارن، بتونیم عملا پشتیبانی و تایید تمام اون گروه ها رو در کنار خودمون داشته باشیم و وقتی رو به تشکیلات سازی میبریم، بتونیم با یه تیم قوی که شاید بعضی از این افراد گروه از اعضای حزب خودمون باشن یا از اعضای حزبای دیگه و فعالین سیاسی دیگه باشن، یک گروه کاملا قبراق و قوی تشکیل بدیم. حالا اگر بتونیم شخصی رو به عنوان شاخص، به عنوان رهبر این گروه یا اون شخص نماینده گروه مشخص کنیم در همون مقطع، بسیار عالیه. اگر نتونیم، هم میتونیم در حین انجام مراحل بعدی که به سمت جلو پیش میریم، اون شخص رو مشخص کنیم یا اون گروه رو به قولی به تمام مردم ایران بشناسونیم. من صحبت دیگه ای ندارم، امیدوارم دوستان بتونن صحبت من رو کامل تر کنند. ممنونم، سپاسگزارم. خانم سارا فرزان بفرمایید، وقت در اختیار شماست. بله، اونچه که ویدئو در واقع در دستمایه برنامه امروز ما خواهد بود، به نظر من یکی از مهمترین برنامه‌هایی که در ساخت آلترناتیو میتونه این برنامه و چند برنامه آینده است که کلیدش رو داریم میزنیم، میتونه یک جمع‌بندی باشه و یک نقشه راهی باشه که در دسترس، در اختیار حرکت‌های ائتلافی اپوزیسیون‌ها قرار بگیره. ببینید، در روند ساخت آلترناتیو، همونطور که در فیلم هم اشاره شد، ساخت آلترناتیو مسیر ثابتی رو در واقع طی می‌کنه و خیلی هم تقدم و تأخر این که تشکیلات رهبری آلترناتیو رو در واقع بسازه، یعنی این تشکیلات آلترناتیو بسازه یا نه یک فرد کاریزماتیکی بیاد تشکیلات بسازه، خیلی چیز نیست. یعنی این برمیگرده به اون ساختارهای مباحث جامعه شناختیش. اون چه که مهمه اینه که تا به امروز اپوزیسیون در مسیر علمی برای تحقق علمی و عملی و عینی ساخت آلترناتیو گامهایی رو به ترتیب بر نداشته. شاید در این سالهایی که اپوزیسیون فعالیت کرده، جست گریخته شش مرحله‌ای که در فیلم به اون اشاره کردن جناب دکتر نوری‌علا، به نوعی اتفاق افتاده باشه. اما اینکه این شش مرحله باید به ترتیب و در واقع مثل این میمونه که یک ارتباط عمودی بین این مراحل وجود داره و تقدم و تأخرشون اهمیت داره نبوده، بلکه به صورت شعارهایی بوده که همه به ضرورت وجود آلترناتیو اشاره کردن. حالا در بحث این شش مرحله، بحث اولیه‌ای که حائز اهمیت هست، بحث این هستش که
فردی به هر حال در فاعلی اینجا اعلام حضور و ظهور میکنه که قصد اجرا و تحقق هدفی رو داره. این هدف در صورتی که فرمول بندی بشه میتونه یک سند و یک نقشه راهی برای ساخت اون آلترناتیو باشه. حالا ما این هدف رو، هدف گذاری به چه صورت هست؟ این که من میگم جست گریخته اتفاق افتاده و یا بهش تحقق جدی داده نشده، به خاطر این هستش که مثلا ما میبینیم یک هدف بسیار مهمی رو شاهزاده رضا پهلوی در سند پیمان نوینشون اشاره میکنن، تحقق حکومت سکولار دموکراسی در ایران به عنوان یک هدف بزرگ، که این مشخص شده و زیر مجموعه این هدف هم هدف‌های خورده هدف‌های دیگری هستش که این رو مطرح کردن. حالا بر اساس، حالا ما می‌بینیم یک فردی تحت عنوان شاهزاده رضا پهلوی به عنوان فاعل ما مثال می‌زنیم، می‌تونه هر فرد دیگه‌ای هم در این مسیر، حالا به عنوان فردی که اون شاخص‌ها رو داره ما در نظر می‌گیریم و میان هدف گذاری میکنن، هدف رو هم کاملا هایلایت میکنن که بله تحقق حکومت سکولار دموکراسی میتواند هدف اصلی ما باشه از این ساخت این آلترناتیو یا تشکیلاتی که قرار اتفاق بیفته، و به هر حال زیر مجموعه اون به ترتیب تمامیت ارضی، ایجاد قوانین تغییر قانون اساسی بر اساس اصول حقوق بشر در واقع بین الملل و دیتیل های دیگه که همه بر این در واقع ائتلاف میکنن و بر این قائل هستن که ما این هدف مد نظرمون. حالا مرحله دوم شرکت کنندگانی لازم هستن، یعنی کسانی قرار باشن که بر اساس اون هدفی که تعیین شده زیربنای یک سری اقدامات و تشکیلات رو هم ایجاد بکنند. خب این افراد هم ما میبینیم الان در این مرحله کم کم گروه های اپوزیسیون که سکولار دموکراسی خواه هستن با هم دارن این ائتلاف ها رو میکنن، دور هم جمع میشن و کنار هم میان. حالا بعد ما میگیم چرا این اینقدر تحقق جدی پیدا نمیکنه؟ خب حالا در پایان بهش خواهیم رسید. خب این گروه ها هم الان دیگه در هم تحت عنوان همین گروه های ائتلافی که مبنای اصلیشون و حرکت اصلیشون بر اساس اندیشه تحقق هدف مهم سکولار دموکراسی در ایران هست دارن دور هم دیگه جمع میشن ائتلاف میکنن. پس مرحله دوم هم نه به اون پررنگی ولی در حال شکلگیری و نسج و نمو هستش. به مرحله سوم که میرسیم که در واقع باید ماموریت و حقانیت رو بررسی کنیم، اینجا من سوال خودم همینه، آیا ما میتوانیم این ماموریت و حقانیت رو همون گفتمان سکولار دموکراسی بدانیم که قراره که هم شخصی که در واقع پیش قدم پیش کسوت میشه و قرار رهبر آلترناتیو نماد و رهبر آلترناتیو باشه و شرکت کنندگان و ائتلاف و اپوزیسیون ها، حالا اینها قراره در این ماموریت، کسب ماموریت و حقانیت دنبال تحقق گفتمان باشن، که فکر میکنم میتواند دستمایه برنامه بسیار خوبی باشه که در آینده خواهیم داشت. خب به این مرحله سوم هم که ما اگر گفتمان مد نظرمون باشه و حقانیت این ماموریت باشه و بعد ایجاد تشکیلات و تقسیم وظایف، که من فکر میکنم بازم اینجا فقط شاهزاده رضا پهلوی اشاره به اون برنامه ریزی های سیستمی و مدیریت های سیستمی کردن، تفکر سیستمی حاکم بر پروژه آلترناتیو سازی، حالا تشکیلات سازی یا تغییر حکومت به سکولار دموکراسی، که از همه خواستن کمک بخواد، خواستن همه مردم مسئولیت پذیر باشن. خب اینجا ایشون اینجا رو هم کاملا مشخص کردن و بعد اعلام موجودیت کردن هست. خب ما الان میبینیم که یک دو سه مرحله، یک و دو و سه و چهار، هر کدوم ازش انگار یه قسمتی، یک در واقع پیاله ای ازش سر کشیده شده، اما نه به قصد سیر شدن و رفع تشنگی، بلکه یک جرعه ای از این مراحل رفت جلو. سپاسگزارم خانم شبنم بدری، بفرمایید. خواهش میکنم.
خسته نباشید خانم قیاسفند و سپاسگزارم. میخواستم یه اشاره اول داشته باشم به عده‌ای که به خصوص در سالهای گذشته یه بهانه نسبتاً بزرگ داشتن در بین سکولار دموکرات ها، هم در بین سکولار دموکرات های طرفدار نظام پادشاهی، هم در بین سکولار دموکرات های طرفدار نظام جمهوری. خوشبختانه شاهزاده این بهانه بزرگ رو گرفت از اون عده، هرچند عده که بهانه جو هستن باز هم بهانه های دیگری پیدا می کنن برای عدم اتحاد. ولی حالا اون تعداد بهانه جو رو که بذاریم کنار، در نظرشون نگیریم، برای اتحاد اولین چیزی که شاید نیاز داریم، به خصوص وقتی که صحبت از اتحاد بین احزاب هستش، صحبت از ائتلاف هستش، نیاز به مهارت مخصوصا بیشتری در کار گروهی داریم. افراد یا گروه هایی که نمیتونن با هیچ فرد یا گروه دیگری کار بکنن، در واقع باید ضعف رو در خودشون ببینن. مثلا سازمان مجاهدین بارها این ضعف بزرگش رو فریاد زده تو این سالها که نمیتونه با هیچ گروه و حزبی همکاری بکنه. ولی میگم حالا افراد بهانه جو رو در نظر نگیریم، کسایی که ضعف بزرگ یا این که مهارت ندارن در کار گروهی رو هم در نظر نگیریم. به نظرم چند تا نکته توی این سالها شاید نذاشته که اتحاد توی مقیاس وسیع و حالا به خوبی شکل بگیره. نمیشه بگی که اصلا شکل نگرفته، اتحادهای خوبی نبوده، ولی کم بوده با توجه به اینکه 43 سال گذشته. شاید کمتر کسی باور میکرد که یه حکومتی به این شکل با این حد از جنایت و بیکفایتی بتونه 43 سال بمونه. ولی به هر حال فکر میکنم، حالا بدون اینکه بخوام اولویتی بدم به هیچ کدوم از این عوامل، کلن عواملی که به نظرم میرسه شاید مؤثر بوده در اینکه نذاره ما بتونیم به خوبی اون کار گروهی رو داشته باشیم، شاید حالا نشه بگی اولش میگم اولویت نمیخوام بدم، اینه که اعتماد به هم نداریم و این دلیل اعتمادمون هم دلیل درستی نیست. یکی از دلایل عمدش اینه که مثلا فلان گروه یا حزب مثل من فکر نمیکنه، برای همین مثل من هم عمل نمیکنه. خیلی راحت این انگ رو میزنیم که موضوع جمهوری اسلامی هستش یا در راستای منافع جمهوری اسلامی داره کار میکنه. وقتی نتونیم به هم اعتماد کنیم، پس هیچ وقت اون اتحاد شکل نمیگیره. این کار مشکل بعدیمونه که تحملمون نسبت به هم خیلی کمه، یعنی هیچ تولرانسی، هیچ انعطاف پذیری نداریم یا حداقل کمه. این دوتا عامل خب باعث میشه اصلا نتونیم راحت بتونیم یه ائتلاف تشکیل بدیم. مسئله بعدی هم که میخواستم بهش اشاره کنم اینه که خب یک هدفی داریم، این که یک حکومت سکولار دموکرات در ایران داشته باشیم. براش خب مطمئنا یه برنامه عملیاتی یا استراتژی در نظر میگیریم، متناسب با اون یه سری تاکتیک های رو تعیین میکنیم. ولی خیلی اوقات به محض این که موفقیتی رو که در نظر داریم رو نمیتونیم بهش برسیم، حالا با شکست های بزرگ یا کوچک یا مقطعی روبرو میشیم، میخوایم که اتحاد رو بشکنیم به جای این که اون برنامه عملیاتی رو تغییر بدیم یا بیایم تاکتیک ها رو عوض کنیم. و مسئله بعدی هم که فکر میکنم باز هم این هم مهمه اینه که درسته که ما نمیتونیم یه مدت زمان دقیقی رو داشته باشیم برای رسیدن به هدف نهایی، ولی میتونیم یه مدت زمانهای رو تعیین کنیم برای رسیدن به هدفهای میانی یا هدفهای کوچیک. اگر که ما برای اون در بین راه، برای هدفهای کوچیک یا میانیمون، هیچ مدت زمانی رو حتی به صورت تقریبی تعیین نکنیم، داریم تمام اون هدفهای میانی و کوچک رو تبدیل میکنیم به رویا. دیگه اون موقع هدف نیستن. میگم سخته، نمیشه برای هدف اصلی زمان مدت زمان تعیین کرد، ولی برای هدفهای میانی بایستی که این کار رو بکنیم. و مسئله بعدی که فکر میکنم که لازمه بیشتر انجام بدیم و به طور مداوم، سنجش عمل کردمونه، سنجش استراتژی ها، سنجش برنامه های عملیاتی مونه. حالا شاید ابزارش رو نداشته باشیم که خیلی دقیق بتونیم این کار رو بکنیم، ولی میتونیم به طور مثال از آمارگیری استفاده کنیم. ولی آمارگیری که قابل
اعتماد باشه، بشه روش معتبر باشه. اگر بتونیم در بین کار این کار رو بکنیم یا به هر طریقی مورد سنجش قرار بدیم برنامه هامون رو، مثلا با میزان اینکه طرفدار سکولار دموکراسی در بین ایرانیا چه تعداد زیادتر شده، مثلا امسال نسبت به سال قبل و غیره، شاید بتونیم متناسب با اون با سعی و خطا برنامه هامون رو اصلاح کنیم. میگم خیلی خوبه که برنامه رو، استراتژی رو، تاکتیک ها رو اصلاح کنیم، نه که کلن اتحادمون رو بشکنیم، یعنی اون رو از بین ببریم. فکر میکنم یه مسیر طولانیه که باید هم تحمل کنیم، هم صبور باشیم، هم مدام با سعی و خطا برنامه هامون رو عوض کنیم. مرسی، خسته نباشید. ممنون. سپاسگزارم از شما. آقای امیر جوانپیکر، بفهمید، خواهش میکنم. بله، سپاسگزارم خانم قیاسفند. این برنامه این هفتمون خوب در رابطه با اون جنبه های گریزناپذیر برای ایجاد آلترناتیوه. در این رابطه آقای دکتر 6 مرحله رو نام بردن که این مراحل از نظر اجرایی باید به دنبال همدیگه اجرا بشه، یعنی نمیتونیم اینا رو به صورت مثلا شبکه‌ای کار بکنیم یا طراحی حلزونی بکنیم بهش. این یک راه مستقیمه، یعنی یک روند متسلسلی که باید انجام بشه. و خب دوستان دیگه همونم توضیح دادن در این مورد، ولی خانم فرزان یه سخنانی رو فرمودن در رابطه با اینکه آیا اپوزیسیون در این دوران به این مراحل، بعضی از این مراحل دست پیدا کرده یا نه، و اتفاقا سخنی که خانم بدری داشتن میگفتن یه مقداری از نظر من در رابطه با همین قضیه بود که اگرم اتفاقاتی افتاده به این دلایل بوده، عدم اعتماد، اتحاد شکنی، مایوس شدن و این داستان، این اتفاقاتی که باعث شده که تا کنون همونطور که آقای دکتر اول ویدیو گفتن، تا کنون ما نیروهای سکولار دموکرات نتونستن برخلاف نیروهای ایدئولوژیک یک آلترناتیو یا یک اتحاد واقعی رو به وجود بیارن نیروهای همسنخ خودشون، یعنی سکولار دموکرات، و این آلترناتیو رو بسازن. یعنی در واقع ما از این جدول فقط به مرحله هدف رسیدیم، هدف رو تونستیم در عرض این 15 سال 16 سال، تقریبا سال 2005 که آقای دکتر شروع کرد برای قضیه آلترناتیو رو مطرح کرد، سکولاریسم نو، الان 17 سال میگذره. تو این 17 سال ما تونستیم این هدف رو جا بندازیم تقریبا بین نیروهای سکولار دموکرات که هدف باید ایجاد حکومت سکولار دموکرات به عنوان آلترناتیو این رژیم در درون ایران باشه. ولی برای رسیدن به اون در برنامه ریزی اجراییش این هدف پیش از اون استراتژی لازم داره، استراتژی های کلان و خود. استراتژی کلان برای رسیدن به این هدف گذار از این حکومت، یعنی براندازی، یعنی انحلال این حکومت در تمامی ابعادش، قانون اساسیش و همه چیز. در این مرحله خیلی این مرحله مهمه به خاطر اینکه اتحاد در این مرحله بین همه گروه ها که خیلی جار میزنن، و چند سال پیش ما گرفتار این شعار همه با هم بودیم، این بود که در مرحله استراتژی ما نمیتونیم با همه نیروها متحد شیم یا ائتلاف بکنیم. البته ائتلاف به نظر من از نظر بار سیاسیش درست نیست، چون مجلسی نیست که بخوایم ائتلاف کنیم، ولی به هر حال هر وفاق باشه، اتحاد باشه، هر همبستگی باشه، هر چی که میخواد اسمش باشه، اینه که باید بین نیروهای همسنخ اتفاق بیفته.
شرکت کنندگان که در واقع اون مرحله دوم پس از هدفه همین نیروهای همسنخ، در واقع اینه که نیروهایی که اون هدف رو پذیرفتن و در اون پلتفرم وارد شدن. خب آیا واقعا این ردیف بندی درسته؟ حتما باید به این شکل رفت جلو، یا به گفته خانم فرزان چون در بعضی جاها اتفاقاتی افتاده، ائتلافاتی یا اتحادهایی هم انجام شده، ما میتونیم از این مراحل به صورت پرشی عمل کنیم، بپریم رو مثلا از مرحله دوم بریم چهارم، بعد دوباره برگردیم بریم رو سوم، یا بریم چهارم پنجم بعد برگردیم رو سوم؟ من فکر نمی کنم. یعنی این ردیف بندی که داده شده ردیف بندی واقعی این قضیه است، یعنی این ائتلاف، این اتحاد، این همبستگی باید توی این مسیر حرکت بکنه، نمیتونه بپره. شاید یکی از دلایل پریدنش هم اضافه بر اون نکاتی که خانم بدری اشاره کردن، یکی از دلایلش همین پریدن ها بوده. آمدن یه ها نشستن گفتن آقا بشینیم آلترناتیو درست کنیم، بدون اینکه حتی تعریف از آلترناتیو داشته باشن، بدون اینکه بگن آلترناتیو چی رو میخوان درست کنن، بدون اینکه اصلا تعیین کرده باشن اپوزیسیون کیه، چیه، وظایفش چیه. بدون این مطالعات اومدن یک مرحله رو یه ها جمع شدن، ده تا گروه، چند تا گروه یا چند تا افراد مثل اون شورای مدیریت، یه ها اومد اعلام موجودیت کرد، بعضی نیرو هم رفتن پشتش، جنبش سکولار دموکراسی ازش دفاع کرد، پشتیبانی کرد، به حساب اینکه اینا واقعا میخوان آلترناتیو درست کنن. اینا پریده بودن، یعنی واقعا با اینکه تو اسنادشون گفته بودن که ما میخوایم یک حکومت سکولار دموکرات، نمیدونم قوانین سکولار مرتبط با یا مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، گذار از این حکومت، همه رو نوشته بودن، ولی پریدن از روی این مراحل، پریدن طوری که رسیدن آخرش به اختلافات. خب این اختلافاتی که پیش میاد به خاطر اینکه این مسیر درست حرکت نمیکنه. این مسیر باید در هر ایستگاه خودش مطمئن باشه از اون چیزی که بهش رسیده، استارت ایستگاه بعدی رو بزنه. ما نمیتونیم بگیم میخوایم بریم یک شکار، ولی وسط راه ابزار شکار گیر میاریم، بعدش هم میریم یه جا بالاخره خود شکار گیر میاریم. نه، اینا همه باید از قبل پیش بینی شده باشه، اینو همه رو باید آماده کرده باشیم برای این کار، و بعد تازه بعد از اون منبع ماموریت یا حقانیت اون تشکیلات میتونه. اینا رو البته خب خانم فرزان تقریبا همه رو توضیح دادن، و در واقع من سوالم این بود خب حالا پیدا کنید پرتغال فروش شما رسیدین به اون مرحله آخر، اصلا ما بودیم خب دیگه پس آلترناتیو تشکیل شد، باید اینجوری باشه. نه، این قضیه افراد رو در این مرحله نام بردن به نظر من درست نیست. یعنی ما نمیتونیم از الان تعیین کنیم که کی میخواد این، چه کسایی میخوان توی اون آلترناتیو شرکت داشته باشه. ما تا این مراحل طی نکنیم نمیتونیم اون اشخاص یا افراد رو تعیین کنیم یا نام ببریم. اینا همه در مسیر پیدا میشن، توی همین گام ها افراد دیگه، سازمان های دیگه به وجود میان، پیداشون میشه. ما که در ابتدا نمیتونیم تمام اون جریانات سکولار دموکرات رو مطمئنن جمع، به اون هدف هم نمیتونیم بشینیم، نه اینکه در مرحله دوم انقدر بشینیم که هرچی که در مرحله شرکت کنندگان هرچی آدم و نیروی سکولار دموکرات هست بیاد، بعد ما قدم بعدی رو برد. نه، ما یه حد نصاب هایی داریم، همون زمانمندی رو هم که خانم بدری اشاره کرد. من فکر میکنم که یعنی بیشتر نظر من در رابطه با صحبت‌های دوستانی بود که مطرح کردم سخنانشون، و فکر میکنم همینجا استاپ کنم بهتر. خیلی ممنون خانم براستان. خیلی ممنون از شما. آقای محمد مکرمی بفهمید، خواهش میکنم. بله، ممنونم. من در تایید صحبت‌های خانم بدری و جناب آقای جوانپیکر میخوام
این مطلب رو تکمیل کنم حالا اگه امکانش باشه. بقیده من ابتدا توی بحث مشکلات بر سر راه عدم تشکیل اتحاد باید به این نکته توجه کنیم که خب بعضی از گروه ها یا سازمان ها در اپوزیسیون این حقیقت رو خب باید قبول بکنن که برخلاف نظر خودشون اصلا آلترناتیو نیستن و در طول 40 و چند سال گذشته اصلا آلترناتیوی شکل نگرفته. چرا؟ چون یک یا چندین مرحله یا تمامی اون مراحل ششگانه که جناب دکتر نوری‌علی فرمودن رو طی نکردن. خب پس در قدم اول اگر گروه های حال حاضر قبول بکنن که اصلا آلترناتیو نیستن، یکی از بزرگترین مشکلات حل خواهد شد. خب قدم بعدی اگر به بحث سکولاریسم و دموکراسی به طور عملی معتقد هستن، من سکولاریسم رو الان روش بحث نمی کنم، اما در قسمت دوم باید نشون بدن که این اصل رو در عمل و قبل از به قدرت رسیدن و به دست گرفتن حکومت آینده بهش پایبند هستن، اجراش میکنن. به چه صورت؟ به این صورت که خب دست یاری و اتحاد باقی گروه ها و تشکیلات رو به دلیل پاره ای از اختلافات جزئی رد نکنن و عملا نشون بدن که یک سکولار دموکرات واقعی میدونه و میتونه با همه این نظرات، چه موافق و چه مخالف، در قالب تیم و تشکیلات به خوبی کار بکنه. خب در نتیجه از نظر من بعد از این دو قدم مهم است که اون فاعل یا آغازگر کارش بسیار راحت‌تر خواهد بود برای تشکیل یک آلترناتیو متشکل از تمامی گروه‌ها و تشکل‌های سکولار دموکرات و طی اون مراحل ششگانه هم با موفقیت خواهد بود. این نظر شخصی بنده است. متشکر از وقتی که من دادید. متشکرم از شما. آقای محمود ابتهی بفهمید، خواهش میکنم. متشکرم از شما. من دو سه تا جمله کوتاه میگم. اول اینکه خب دوستان راجع به مراحل صحبت کردن، جناب دکتر نوری‌علی مراحل رو شمردن، من موافقم با این مراحلی که شمردن. فقط یه نکته میخوام بگم که خب اینا به هر صورت همه میدونیم علوم اجتماعی است، یک الگوریتم کامپیوتری نیست که اینن اینجور تکرار بشه، یا حتی مثلا بیولوژی نیست که یه الگوریتمی داره. بعد این یک الگوریتم پیشنهادی است برای سیستم اجتماعی که میشه یکم در واقع انعطاف درش قائل شد، ولی من موافقم با همین چیزی که شد. میخوام این جمله راجع به اون مقدمه دکتر عرض کنم. فرمودن که برای اونهایی که تجمیع خطرناک رو ایجاد میکنن راحت تره و کردن، ولی برای سکولار دموکرات ها سخت بوده. من فکر میکنم این بی ربط به فرهنگ ما نیست. در واقع اونها اون چسبی که اینها رو به هم متصل میکنه یه ایدئولوژی است، حالا اسلام هست یا مارکسیست لنینیست هستن اون کسانی دیگری که این رو ساختن، از یک ایدئولوژی به هم متصل شدن و تونستن اون تجمیع خطرناک رو ایجاد بکنن که اگرچه راحت تر به وجود اومده ولی نتیجه که مردم ایران میخوان رو به دست نمیده. ولی خب در یک آلترنتیو سکولار دموکرات، چون تمام همونجوری که دکتر نوری‌علی فرمودن بر پایه نفی یک سری موارد هست و اون ایدئولوژی رو نداره که از بالا دستوری رو بده و مقدس هم فرض بشه و همه رو کنار هم نگه داره، ما بایستی اون چسبی که همه رو پیوند میده چیز دیگری سکم به اون حد ملموس نیست و کار رو سخت میکنه و طبیعی است به نظر من. متشکرم.